دوست عزیز سلام، امیدوارم سلامتتون جور و صحتمند و سرحال باشید. امروز آمدیم در ولسوالی زیبای نجف، خواستیم که گزارش بسیار جالب و دیدنی براتون داشته باشیم و از مناطق بسیار خوب تصویر برداری کنیم. امیدوارم تا ختم ویدیو همراه ما باشین. ما کوشش می‌کنیم که برنامه بسیار خوب و جالب دیدنی را براتون تهیه کنیم. لطفاً با ما باشید. دوست عزیز، اماکن ما برای یکی از خوشنای از دره قرار محترم عبدالامی جان، ما میخواییم با اینا سخنان داشته باشیم. خب عبدالامی جان، شما کتا میخواییم که این دره به نام چی یاد میشه؟ این دره به نام دره حضرت فرخشان یاد میشه و قریه اومایی. قریه اومایی، بسیار خوب. شما بر ما کتا میخواییم که مردم از قریه اکثر مصروف کدام کارا هستن؟ مصروف شغل آزاد است، گندمداری است، کشت گندم، جواری، چهارمغز، لوبیا، توت، اینا مسئولات بسیار مشهور در چی چی هم میشه؟ همین چیز هست، چهارمغز است، توت است، دگه عبوبات، لوبیا، لوبیا است. بسیار خوب، شما کتا میتونید در منطقه خیلی بسیار داره بسیار زیبا و قشنگ است. مردم به حساب تفریگاه به دیدن این منطقه میان، کلام بزرگ زیادتر بیروبار میشه. روزای رخصتی بیروبار زیاد میشه. روزای رخصتی روزای رخصتی در روزا بخاطر قرنطین کمی مردم است. بخاطر قرنطین روزای جمعه بیشتر میشه. روزای جمعه بیشتر. و جای بسیار مشهور و دیدنی از این ولسوالی کدام جا است؟ برای از این دره در کلام است، کوپلش بسیار جای خاصی است و در غوص است که به نام آبشار یاد میشه. او هم بسیار جای تشکر. دوست عزیز، گزارش ما ادامه داره، تا آخر ویدیو لطفا با ما باشین. ما بعض مکانات دیده دیگه هم دیدن میکنیم و تصویر بسیار جالب بر شما تقدیم خواهیم کرد. دوست عزیز، خزم میگوینین فراجان در درخ بالا شده، میخوای بر ما زردولو بکنه. امیدوارم بخیر بالا شده و بخیر پایین شده. بیا بیا فراجان پایین شو که خدای نخسر نفتی. انا خاطر كفايه تبي بيو 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 بخيط بوين شو انا خاطر كفايه تبي که ما دیدیم در اکثر نقاط نجراب دوستان بندای کوچک را اعمار کردن. در بند دو سه حتی بیشتر خانواده ها برق مورد نیاز خود از او به دست می آورند و به طور 24 ساعته برق دارن. بعض موقعی که آبیاری میکنن و بعض مشکلات دیگه میشه بند خاموش میکنن، به غیر از به طور 24 ساعته برق رایگان اینا بر خود تولید میکنن.
دوست عزیز قسم که میدین فصل گندم دروی است دهقان ما اکثرا گندم ها درو کردن و بعض جا مانده و آماده تریشل است و قسم که شما بهتر میدونین در گذشته اکثرا چفر جور میکردن گندم ها خرمن میکردن و یکم زمان گیر بود وقتی تکنولوژی پیشرفت کرده اکثرا دهقان ما توسط ماشین تریشل گندم ها در وقت بسیار کم با این فصل خاکوری میکنن دوستان دوست یکی از مسئولات بسیار خوب ولسوالی نجات چهارمغز است مشاورت من قسم دیدم در ولسوالی نجات به قدر کافی چهارمغز پیدا میشه و در مارکت های کابل و دیولت هم من چهارمغز مجراب از شورت بسیار خوب برخوردار است ما البته تصمیم داریم که از غیرت های چهارمغز هم تصویر بسیار جالب خوب بگیریم لطفا تا آخر ویدیو با ما باشید دوستان عزیز اکنون ما یک از قریجات ولسوالی زیبای نجراب قرار داریم یکی از مطالعه ما که محصل هستن در فاکولته ادبیات میخوایم امروز اونا گفتگوهای داشته باشیم و یک نشبان معلومات در باره ولسوالی نجراب ازشان بگیریم خب برادر شما اسمتون؟ اسم ما صفی الله است ولد خانقا از ولایت کاپیسا ولسوالی نجراب بسیار خوب شما میشه در باره ولسوالی نجراب برمو بگید چی محصولات داره؟ در باره آب و هوایش هست برای وجه مردم نجراب ولسوالی نجراب که دارای هوای معتدل می باشد و دارای محصولات بسیار خوب مثلا چهارمغز است، توت است، لوبیا، جلغوزه سیاه است و جواری است این چیزی ها محصولات هست بسیار خوب در باره رشد اقتصاد و وضعیت اقتصادی مردم بگیم چطور بود اقتصادی کاروبار در اینجا چطور است پروژه های عامل منفعت دولتی در اینجا چیز جریان داره نداره بله داره پروژه هایی هستم مثل میثاق شهروندی است پروژه انکشاف دهات است و این پروژه ها هستم با مردم کار خدمت میکنن اجازه و این دارای مردمش اکثریت مردمش خوب است اقتصاد خوب است بازش ضعیف هم اقتصادش بسیار خوب در اینجا نزدیکترین دانشگاه که شما درس میخوانید در خود ولسوالی یا خارج از ولسوالی کجا است؟ یک انستیتوت داریم داخل دو انستیتوت یکی زراعت یکی در معلومین است در خود ولسوالی نجراب و یک پانتون است در شرکت قرار دارد پانتون البرمین است در کدام قسمت قرار دارد؟ او در مرکز است در مرکز؟ سای اول سای اول پیس تشکر بود سلامت بشم We'll be right back.
دوستان عزیز، این بود برنامه کنونی ما. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان. خدا حافظ.